اوکی نه 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 در اوکی بسیار حالا ما در سر صدای خطاب صاحب راستی خطاب صاحب یک آوازی بسیار مقبول بسیار گرنگ یک آواز مردانه جالب برای من است که زلمه جان آرا که اگه حال پروگرام رو میبینه مرا گفت که مسعود جان گفت و خدا گفت خطاب صاحب تو صدایش میگیری گرچه بازیش هم دادیم چند نفر زنگ زدیم گفتیم که آه زلمه جان گل قنبان چم خودت یک هنرمندی بسیار یک کمدینی بسیار عالی میباشه قنبان چم دمی تلویزیون ما اگه بیایی که همی جای عبدالرحمن جان بگیری باز مرا گفت که اگه یک آهنگی که بخوانی با آواز خطاب صاحب مثلا خطاب صاحب چطور اگه آهنگ بخونه چطور میخونه شاید به این رقم بخونه من گفتم که از زلمه جان اگه خطاب صاحب بخونه شاید این آهنگ چاینک پتره کنم به این شکل بخونه بسیار کوتاه برات میگم خواهش از دومان جان میدانی یعنی سر بام تر میدانی یعنی سر بام نغاره کنم چاینک پتره کنم بایسیکل تم پنچه عبدالرحمن جان تا خنده آرام میکنه که بیخه استعداد نه خودی آقای خطاب بسیار مقبول میخونه مثلا از زور شنیدیم خب معذرت باشه برای جی که شاید هم تک شوخی بود آمدیم سر ما میخوایم یک طنز جور کنیم بین آقای خطاب و اماشا جان اصلا سلام برات برسه خدا کنه قار نشی و آواز خودم بسیار من خوش میاد برای که میخونی هم طرز یک صحبت بگی یک آنفر بسیار جدی میشی در باره موسیقی موسیقی نفته ها مثلا یک آنفر میگی که مثلا یک آنفر اماشا جان اصلا میگه که قار که میشه بسی اون هنرمندایی که نو و شمول خود تازه کار که میگه چرا اینا صحیح موسیقی رو پیش نمیبرن قار که میشه میگه که ببینین بین رای زیست ببینین در زمانی که در افغانستان ما هنرمندای داشتن مثل جاجان غزیار مثل شارجان ولی یک هنرمند بسیار مقبول شما ببینین که امروز در موسیقی ما چی حال است البته در سپیک تیزش ما صحبت میکنم مثلا اون هنرمندانش مثل جاجان غزیار یک هنرمند بسیار عالی یک هنرمند بسیار همونطور تاک در کشور معذرت میخوایم اما شاه جان اگر خدا کن سر ما قار نشی سلام احترامات به تیمو جان تیمو شاه جان حسن هم میرسونیم از دیگه است که عبدالرحمن جان که از غمت خلاص شد تو گفتی مثلا زمان به صدای منگلم کردم میتنه میونه ما چطور بود؟ مقبول من او شیرین را باب مرا نبودم خانه کسیش کسی نیست میگه مقبول من بارحال دوستا با محترم منگل صاحبم استاد منگل صاحبم احترامات تقدیم میکنم با خدا ما این هنرمندا را دوست دارم دوستا عزیز فکر نکنید که ما البته کدام چیز تعوین کننده و تعقید کننده نیست فقط من آواز شما را میکشم احسان جان امان که اگر میبینه و ما بسیار احترامه که با خانم محترم خدا بیامرزشان آقای نینواز خانم محترمشان که بسیار احترام دارم و دعوت هم کرده بودن در شهر ویرجینیا خانه آباد احسان جان اگر میشنم یک تقلید از احسان جان میگیرم بسیار کوتاه درست است؟ آها مسکینی ها صاحب اگر تلویزیون سعی میگیرم صدا شما رو پسان میگیرم پیش از خداحافظی احسان جان امان خرمنی جان مرا آتش بزن آتش بزن من نگویم مستیم ویران مکن ویران مکن آفرین دیگه از کدام هنرمند؟ این حال اگر جواجان غازیار رو بیرین شاید سر من قار شد جواجان غازیار هم بهترین هنرمند افغانستان دیگه جواد غازیار که مثل مثل یک آهنگ خوانده که از هنرمندها یاد کرده که پیدا نمیشه جواد جان غازیار سلام احترامات برات برسه 100 سال 150 سال عمر کنی که مثل یک هنرمند نازنین هستی راستی من سرایت دوست دارم سلام برسه برات میگه که جواد جان غازیار که من بسیار خوشم میاد چمن چراغانه و مثل یک مقبولی میخوانه جواد جان سر من کار نشی البته من نمیتونم به مزایک خودت میخونی اما کوشش کردیم
یک کمک به طرز خواندنه. بازم بخشش باشه. باشه کرچی جواجان غازیار هست پیشه رفت عبدالرحمن جان. سال مقبول بلند میخونه پنچم میخونه. دل دارم دل دیوانه دارم چمن چراغان است وای وای دلکم عزیزان قدر یک دیگر بدانه چمن چراغان است وای وای دلکم خیلی شب درمان جان خب من با آواز نمیتونم با آواز جواجان غازیار بخورم دیگه یک کمه کسی بود دیگه از کیمان خب که بریم از آقای وای از چرا از آقای بشر دوستر شما بسیار کم صحبت کردیم بیننده عزیز ما اینجا آمده بودیم که خواندن بخونیم اما عبدالرحمن جان سر ما را جوری کرد گفت که باید تو کمیدن باشی مردم از خنده بده خدا کنه این کارهایی که ما میکنیم سواد نقص ما تمام نشه به هر حال شوخی کردم در تلویزیون پیام افغانم و می شکل پیش می رفتیم بین که یک طنز شما سوال کنید فکر کو عبدالرحمن جان از ما سوال کنه که فکر کنه که رمضان بشردوست شده و مشکلات زندگی خود میگه خب آقای بشردوست شما چی فکر میکنید راجع به موضوع فعلی افغانستان راجع به لوی جرگاه که در اینجا کسایی هستن و راجع به سیاست افغانستان شما چی فکر میکنید اگر شما لطفا راجع به از بازی توضیحات بدین عبدالرحمن جان دو من برید بگویم خب شما در امریکا شیشتن عدیل گرمیتان گپ میزنید امروز من در خود شورا رفتم دیدم که آقای قانونی 2 ساعت ناوقت آمده بود شما چطور فکر میکنید که افغانستان و اوضاعش چطور میشه؟ عدلیتان گپ میزنید آقای موسکینیارم خبرهایش که میشنم بسیار مقبول خبر میگه اما یک دفعه نگفت که رمضان بشر دوست آیا موتر در واجه های سیاه میدوانه در بایسیکل میره سری خر میره یک روز اخباری مره نگفت درست؟ عبدالرحمن جانم خنده میکنه ملت ما نان نداره عبدالرحمن جان اینجا خنده میکنه شما فکر کنید خدا نکنه من برای شما بگم عبدالرحمن جان شما اصلا گپ نزنید که من امروز مرا که در شورا دوستان عزیز بیننده تلویزیون من که در شورا صحبت میکنم خدا شاهد است که من وقتی که مشکلات افغانستان برایشان میگم آقای قانونی سویچ پیشش است مایک مرا آف میکنه امروز که تلویزیون آرانا افغانستان خیر بیته خدا چاپلیسی هم نباشه که من یک بار آمدم شما فکر کنید بگذارید که من درد دل خود برای تان کنم شما فکر کنید که من که یک آدمی غریب بیچاره که در زیر خیمه می باشم خوب فکر کنید که من وقتی که در افغانستان در زیر خیمه می باشم خودم دیدم که در خودی ارگ شاهی در خود ارگ شاهی من متوجه بودم عبدالرحمن جانم باید نشته کنه مسئله ژورنالیستی صدقه چم اوکی نشته کن شما فکر کنید که من خودم دیدم در ارگ شاهی آقای کرزی مرا چیزی نگوی من فقط کمدینم شوخی میکنم آقای کرزی من خودم دیدم که با مشاورین آمریکایی آنجا کباب اون دیگه چیزاش نمیگم خودتان میفهمین هر چی که بود میخورن ساعتشان تر از گوسفند کباب کلی چیز با مشاورین با آقای فلان میخورد شما فکر کنید ملت عزیز افغانستانی من که یک رمضان بشر دوست بیچاره در قسمت مردم هستم اگر برای من نان پیدا نشه اگر یک تخم مرغ برای من پیدا شود شما فکر کنید که من آن روز یک دانه فیل مرغ خوردم عبدالرحمن جانم خنده نمیکنم شعر امام نمیآید نه بسیار علی شما راجع به فساد اداری که در افغانستان هست شما چی فکر میکنید فسادهای اداری من برات بگویم عبدالرحمن جان گل پشت فساد میساد نگرد این فساد که شما در امریکا دارید ما کم داریم بله فساد شما زیادتر است فساد ما کمتر خدا خیر بیته آقای احسان الله بیات را که اگمی مثل از این آدم 10 تا دیگه در افغانستان می بود امروز میفهمی چی گپ میشد عبدالرحمن جان چی بگویم برات دیگه خب بسیار علا خدا کنه که دوستای عزیز عبدالرحمن جان دیده